وثیقه به وکلای تبرزدی ابلاغ نشده و فقط به خود او اعلام شده است. به علت دسترسی نداشتن وکلای تبرزدی به پرونده، آنان تا کنون این قرار را ندیدند. این قرار پس از ارسال به زندانهای اوین و کچویی که تبرزدی مدتی در آنها بوده، سرانجام در زندان رجایی شهر به دست وی رسیده است. قرار است 16 شهریور ماه سومین جلسه دادگاه تبرزدی در شعبه 26 دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی پیرعباسی برگزار شود. حشمت الله تبرزدی بیش از 8 ماه است که در بازداشت به سر می برد. او 3 ماه پیش به زندان رجایی شهر کرج تبعید شد. به گفته زندانیان، این زندان شرایط سخت‌تر دارد و امکانات بهداشتیش کمتر است. همسر محمد نوریزاد گفت: بیخبری از محمد نوریزاد، هیچ مرجع قانونی جواب سوال ما را نمی دهد. با گذشت 20 روز از بازگشت مجدد محمد نوریزاد به زندان اوین، هنوز اطلاع دقیقی از محل نگهداری وی در دست نیست. فاطمه ملکی، همسر محمد نوریزاد، نویسنده و فیلمساز دربند، در گفتگویی با خبرنگار کلمه با تایید این مطلب افزود: نزدیک 20 روز از بازگشت دوباره همسرم به زندان اوین می‌گذرد، اما ما در طول این مدت از محلی که وی در آن به سر می‌برد بی‌خبریم. فاطمه ملکی در این روزها بارها با مقامات قضایی از جمله دادستانی تهران تماس گرفته و در مورد محل نگهداری همسرش سوال کرده است، اما مسئولان قضایی اطلاع دقیقی درباره محل نگهداری همسرش به او ندادند. او همچنین در این مدت از امکان هر گونه تماسی با همسرش محروم مانده است. او در این باره گفت: نه دادستانی و نه مسئولین زندان اوین هیچ کدام پاسخگوی ما نیستند. نمیدانیم آنها از چه میترسند که نه تنها حق ملاقات یا تماس تلفنی برای زندانی و خانوادهش قائل نمیشوند، که حتی از اطلاع رسانی ابتدایی و مختصر درباره حال و روز همسرم هم خودداری میکنند. ما نمیدانیم که ایشان سلامت هستند یا نه. محمد نوریزاد در دادگاه تجدید نظر به 3.5 سال حبس تعزیری محکوم شد. وی پس از اتمام دوران مرخصیش به زندان بازگردانده شد و انتظار می رفت او نیز مانند دیگر زندانیان سیاسی به بند 350 زندان اوین منتقل و دوران محکومیتش را بگذراند، اما تا کنون این اتفاق رخ نداده و مسئولان برخلاف قانون از تحویل وی به این بند خودداری کردند. محمد نوریزاد در پی نگارش 6 نامه خود به رهبر نظام، در حالی که در مرخصی به سر می برد، دوباره به زندان اوین فرا خوانده شد. تا کنون از سرنوشت این مستندساز و جهادگر اطلاعی در دست نیست. مخالفت دادستانی تهران با مرخصی امیر حسین کاظمی. دادستان تهران با مرخصی امیر حسین کاظمی با تعیین وثیقه‌ای خارج از توان خانواده این عضو نهضت آزادی با مرخصی مخالفت کرد. به گزارش میزان خبر، خانواده این زندانی سیاسی بعد از درخواست وثیقه از سوی دادستان تهران جعفری دولت آبادی با تعیین وثیقه‌ای در حد توان خود به دادستانی مراجعه کردند، اما دادستانی با درخواست وثیقه 300 میلیون تومانی با مرخصی این زندانی سیاسی مخالفت کرد و اظهار کرد اگر توان تأمین وثیقه را ندارید بهتر است او در زندان بماند. خانواده امیر حسین کاظمی به علت نیاز او به عمل جراحی قده‌ای در سینه و دندان عقل در ماه‌های گذشته به دنبال مرخصی پزشکی برای این زندانی بودند. امیر حسین کاظمی عضو شاخه جوانان نهضت آزادی و مدیر وبلاگ با مردم در حال حاضر در زندان اوین و در حال سپری کردن حکم 3 سال حبس تعزیری خود است. نگرانی خانواده مجید دوری از تبعید وی به زندان ایزه. خانواده مجید دوری، دانشجوی دربند، از حکم زندان در تبعید وی اظهار نگرانی می کنند. حکمی که طبق آن مجید مجبور است 5 سال باقی مانده از حبسش را در زندان ایزه بگذراند. به گزارش کلمه، با توجه به اینکه در هفته‌های اخیر تعدادی از زندانیان سیاسی بند 350 زندان اوین به زندان‌های مختلف کشور تبعید شدند، این نگرانی در میان خانواده‌هایی که زندانیان آنها حکم زندان در تبعید دارند قوت گرفته است. خانواده مجید دوری هم از این بابت نگرانند و از مسئولان قضایی به خصوص دادستان تهران درخواست دارند که از تبعید این فعال دانشجویی به زندان شهر ایزه جلوگیری کنند. خانواده مجید دوری در شهر کرج زندگی می کنند. تا
تبعید این زندانی نه تنها برای خود او که از زندان استان محل سکونتش تبعید و در میان زندانیان عادی نگهداری خواهد شد دشوار است، که برای خانواده وی نیز دشواری‌های بسیاری را به خصوص برای ملاقات‌های هفتگیشان با فرزندشان فراهم می‌کند. مجید دوری، فعال دانشجویی در بند که همکنون در بند 350 زندان اوین به سر می‌برد، به 6 سال حبس قطعی محکوم شده است. حبسی که قرار است 5 سال از آن را در تبعید در زندان ایزه بگذراند. این دانشجوی دربند در سال 86 و در اعتراض به سوء مدیریت و فضای امنیتی دانشگاه علامه ابتدا چند ترم از تحصیل تعلیق و سپس نیز از ادامه تحصیل محروم شد. وی در سال 87 و با همراهی سایر دانشجویان محروم از تحصیل که به دانشجویان ستاره دار معروف شدند، شورای دفاع از حق تحصیل را تشکیل دادند. در روزهای گذشته احمد کریمی، مجید توکلی، رضا خادمی و حامد روحی نژاد به زندانهای مختلف کشور تبعید شدند و مجید دوری و ضیاء نبوی نیز با توجه به حکم تبعیدشان به زندان ایزه این روزها لحظات سختی را می‌گذرانند. خانواده این زندانیان هر روز بیم آن را دارند که عزیزانشان به زندانی دور افتاده تبعید شوند. انتقال حسن اسدی زیدآبادی به سلول چند نفره. حسن اسدی زیدآبادی با پایان بازجویی‌هایش به سلول‌های چند نفره بند 240 اوین منتقل شده است. به گزارش ادوار نیوز، حسن اسدی زیدآبادی دبیر کمیته حقوق بشر سازمان ادوار تحکیم وحدت در ملاقاتی که روز پنج شنبه با خانواده خود به صورت کابینی داشت، خبر از اتمام بازجویی‌هایش داده است. حسن اسدی زیدآبادی در روز 31 مرداد ماه در برابر منزلش بازداشت شده بود. محرومیت رسول بداغی از حقوق اولیه یک زندانی در زندان رجایی شهر کرج. رسول بداغی، فعال سیاسی عضو کانون صنفی معلمان که در بند 6 زندان رجایی شهر کرج در بازداشت به سر می‌برد، از سوی مامورین زندان تحت فشار بوده و بارها تهدید به شکنجه فیزیکی شده است. به گزارش کمیته گزارشگران حقوق بشر، این در حالی است که از رسیدن داروها، عینک مطالعه و برخی از کتاب‌های غیر ممنوع به او جلوگیری شده و استفاده وی از تلفن بسیار محدود شده است. همچنین خانواده وی تهدید شدند که اگر از این پس اخبار مربوط به شکنجه رسول بداغی منتشر شود، از ملاقات آنان با وی جلوگیری به عمل خواهند آورد و تعداد ملاقات کنندگان را محدود خواهند کرد. این فعال سیاسی و صنفی چندی پیش از سوی شعبه 15 دادگاه انقلاب اسلامی به ریاست قاضی صلواتی به اتهام‌های حضور در تجمعات به قصد برهم زدن امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام به 6 سال زندان و 5 سال محرومیت از شرکت در احزاب محکوم شده است. پایگاه خبری ادوار نیوز در تاریخ 8 خرداد ماه گزارش داده بود که 2 تن از مسئولان زندان رجایی شهر به نام‌های مستعار شیخ و دایی قاسم، رسول بداغی را به محلی از زندان برده، دستهای او را از پشت بسته و پس از بستن وی به میله اقدام به ضرب و شتم شدید وی نمودند. علت این اقدام مسئولان زندان، اعتراض این زندانی به وضعیت نامناسب زندان رجایی شهر کرج و مشکلات ایجاد شده برای وی بوده است. عوامل این ضرب و شتم در پاسخ به اعتراض زندانیان با هل دادن و فحاشی اقدام به متفرق نمودن آنها کرده و اعلام نمودند از آنجا که این فرد سیاسی است، باید مورد آزار و شکنجه بیشتری قرار گیرد.